سلام دوستان، شبتون به خیر باشه. شبنامه رو مشاهده میکنید. ممنونم از پیام های ارزشمندی که برای ما میفرستید. تک تک پیام های شما دوستان رو میخونم و تک تک پیام های شما داره به ما انگیزه میده. موضوعی که امشب میخوام با شما در میون بذارم در خصوص یک گروه هست که دارن در فضای رسانه‌ای و فضای شبکه‌های اجتماعی ایران فعالیت میکنن و این گروه تیم های وابسته به عده‌ای در داخل نیستن. اینها تیم های وابسته به یک سرویس اطلاعاتی در خارج نیستن. اینها تیم های وابسته به دولت ها نیستن. عجیب و غریب هست ماجرای این گروه ها و تأسف آور هست که هیچ کس در ایران این رو برای مردم باز نکرده و برای مردم توضیح نداده و این موضوع رو در مقابل دیدگان مردم قرار نداده. من امشب میخوام بی مقدمه یک اسم رو براتون بگم، سعید شمیرانی، یکی از چهره هایی است که امشب میخوام در خصوصش براتون صحبت بکنم. سعید شمیرانی یک مهره ضد حکومت نیست. سعید شمیرانی یک مزدور آمریکا نیست. سعید شمیرانی یک سلطنت طلب نیست که ای کاش اینها بود، ای کاش سازمان منافقینی بود، ای کاش سلطنت طلب بود، ای کاش مزدور آمریکا بود، ای کاش ضد حکومت ایران بود. ماجرای این آدم و امثال این آدم خیلی تأسف آورتر از چیزی هست که تصورش رو بکنید. اول یکی دو تا محتوا از کانال های اینها میخوام براتون بخونم و بعد بپردازیم این که اصلا اینها چه کسانی هستن و دارن برای چه کسانی در فضای مجازی ایران کار میکنن. زمانی که ناآرامی ها در آمریکا اتفاق افتاد و زمانی که یک پلیس در آمریکا یک شهروند آمریکایی رو به قتل رسوند، یک محتوا در شبکه‌های اجتماعی آمریکا در بین کاربرانی که توجهشون بیشتر مسائل سیاسی هست دست به دست میشد. این محتوا رو تیم‌های سایبری وابسته به جمهوری‌خواه‌ها در فضای مجازی آمریکا پخش می‌کردن تا از طریق این بتونن جمهوری‌خواه‌ها رو به چالش بکشن. ماجرای این محتوا چیه؟ تیم‌های سایبری وابسته به جمهوری‌خواه‌ها تلاش می‌کردن تا در این محتواها بیان این رو به مخاطبین سیاسی در آمریکا توضیح بدن، بگن مردم آمریکا، اتفاقی که در دوره ترامپ افتاده در دوره‌های قبل بارها تکرار شده، در دوره اوباما بدتر از این رخ داده در کشور شما، منتها برای اینکه ترامپ به چالش کشیده بشه، فیک نیوز هایی که دموکرات ها و همفکران هیلاری کلینتون و امثال اوباما پشتشون هستن فعال شدن و دارن شما رو تحریک میکنن. در واقع یک محتوایی بود که جمهوری خواها تولید کرده بودن برای به چالش کشیدن اوباما و امثال اوباما. این محتوا تولید شده برای اینکه از اثرات این ناآرامی ها بر روی آراء ترامپ در انتخابات پیشروی آمریکا جلوگیری بکنه. یعنی یه سری آدم اومدن نشستن تیمای رسانه‌ای ترامپن دارن تولید محتوا میکنن که این محتواها کمک بکنه که این ناآرامی هایی که در آمریکا رخ داده و ترامپ هم داره در اون معترضین رو تحریک میکنه و رقبای ترامپ اگر زرنگ باشن میتونن ازش بهره برداری سیاسی بکنن، بیان اثرات این رو بگیرن، جلوی ضربه‌ای که این داره به اعتبار ترامپ میزنه رو بگیرن. حالا عیناً این محتوا در چند کانال فارسی زبان تولید شده که اصلا هیچ ربطی به جامعه ایران نداره. یعنی شما نگاه میکنی نوشته که خب این اتفاقی که افتاده در دوران اوباما هم رخ داده، فیک نیوز ها دارن این رو به اصطلاح روش تولید محتوا میکنن برای اینکه ترامپ رو به چالش بکشن. خب سوالی که برای ما پیش میاد اینه، مثلا فلان کانال برانداز که داره در فضای فارسی زبان کار میکنه، این چه ربطی به مخاطب فارسی زبانش داره؟ مخاطب فارسی زبان معیشت براش مهمه، مخاطب فارسی زبان زندگی شخصیش براش مهمه، مخاطب فارسی زبانی که به هوای رصد رسانه‌های برانداز رفته اونجا مطالب رو دنبال میکنه، محتوای برندازانه براش مهمه. چه چیزی رخ داده که اینا دارن به بحث اوباما میپردازن؟ چرا دارن تلاش میکنن از اوباما اعتبار زدایی بکنن؟ این نکته قابل تأمل هست. من یک نمونه دیگر رو توضیح میدم از محتوایی که در این کانال ها تولید شده و بعد میپردازم اینکه پشت پرده ماجرا چیه. این محتوا رو ببینید، نوشته که دختر بزرگ اوباما در جلسات گروه تروریستی آنتیفا حضور داشته و به اصطلاح داره القا میکنه که دموکرات ها و امثال اینها پشت پرده این ناآرامی ها هستن، اینها کسایی هستن که خودشون حضور داشتن، اینها آمریکا رو به اصطلاح ناآرام کردن، اینها هدفشون این هست که جمهوری خواها رو در آمریکا به چالش بکشن. این هم از محتواهایی هست که برای اثرگذاری در انتخابات آمریکا در فضای انگلیسی زبان و در آمریکا داره منتشر میشه. اصلا ربطی به جامعه ایران و مخاطب فارسی زبان نداره و این مخاطب نمیتونه باشه ارتباطی بگیره، ولی ترجمه کردن در فضای فارسی زبان منتشرش کردن. اگر در کانال سعید شمیرانی یک سرچ ساده داشته باشید میبینید این یک نمونه نیست، صدها محتوا در خصوص جامعه آمریکا و سیاست داخلی آمریکا میتونید در کانال سعید شمیرانی پیدا بکنید که این صدها محتوا همشون ویژگیشون یه چیز هست، داره تلاش میکنه جمهوری خواها رو بهشون اعتبار بده، ترامپ امثال ترامپ، بوش و امثال اینها رو بهشون اعتبار بده در ذهن مخاطب فارسی زبان و داره تلاش میکنه که دموکرات ها رو در ذهن مخاطب فارسی زبان بی اعتبار بکنه. بذارید موضوع رو براتون جمع‌بندی بکنم. یک گروهی در فضای فارسی زبان دارن کار رسانه‌ای میکنن و فوق العاده اینا در 6 7 سال گذشته پرسر صدا شدن. اینها مزدوران سرویس اطلاعاتی آمریکا نیستن، اینها کارمندان صدای آمریکا نیستن، اینها مزدوران سرویس های اطلاعاتی عربستان و دیگر رسانه‌ها نیستن. این بخش که داره در فضای رسانه‌ای و فضای شبکه اجتماعی فارسی زبان کار میکنه، اینها مزدوران حزب جمهوری خواه آمریکا هن. یعنی امثال سعید شمیرانی به عبارت ساده‌تر، ای کاش سعید شمیرانی مزدور آمریکا بود، ای کاش سعید شمیرانی
موضوع عربستان بود. ایکو سعید شمیرانی مثل مریم رجوی نوکر عربستان و آمریکا و انگلیس و امثال اینها بود. اینها مزدوران یک حزب در آمریکا هستن. این اوج حقارت یک آدمه، این اوج حقارت یک گروه رسانه‌ایه که خودشون رو در حد نوکری و مزدوری یک حزب در آمریکا پایین آوردن. در واقع طرف پول میگیره توی آمریکا نشسته که منافع اون حزب در ایران رو تامین بکنه، در آمریکا پول میگیره تا منافع اون حزب در بین فارسی زبان‌ها رو تامین بکنه. از معروف ترین چهره هایی که الان در حوزه رسانه‌ای دارن کار میکنن میشه امیرعباس فخرآور اشاره کرد، که به عبارت ساده‌تر بهتون بگم فخرآور مزدور آمریکا نیست. به نظرم جفاس به مزدوران آمریکا اگر بخوام بگم فخرآور مزدور آمریکاست. فخرآور سرجهاز حزب جمهوری‌خواه آمریکا در فضای فارسی زبان هست. سعید شمیرانی مزدور آمریکا نیست. سعید شمیرانی اگر بگیم مزدور آمریکا داریم جفا می‌کنیم به مزدور آمریکا. سعید شمیرانی سرجهاز حزب جمهوری‌خواه آمریکا در فضای مجازی فارسی زبان هست. اینها اومدن تا برای ترامپ و امثال ترامپ اعتبار سازی بکنن. شما فضا رو رصد بکنید، دو تا ویژگی دارن رسانه‌های براندازی که در ایران فعالیت می‌کنن و وابسته هستن به حزب جمهوری‌خواه در آمریکا. ویژگی اولشون اینه که مدام شما نگاه می‌کنید می‌بینید اینها در کنار محتوایی که دارن تولید می‌کنن حملاتی رو به اوباما و امثال اوباما دارن، به دموکرات‌ها دارن، به گروه‌های اونها دارن، دارن تلاش می‌کنن از اونها اعتبار زدایی بکنن. یک ویژگی جالبی که همشون دارن اینه، به بخش فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا حمله می‌کنن، چون بر این باورن که این بخش داره توسط دموکرات‌ها و کسانی که با دموکرات‌ها همکاری می‌کنن به روز میشه و به خاطر اونها حمله می‌کنن. فخرآور، سعید شمیرانی و امثال اینها کسایی هستن که مدام اینها این رفتار رو شما ازشون می‌بینید. این رفتار رصد بکنید کاملا واضحه که اینا به کجا وابستهن. مدام صدای آمریکا رو سرزنش می‌کنن و به شیوه رفتاری که در صدای آمریکا هست انتقاد دارن. مدام تلاش می‌کنن ترامپ رو برای مردم ایران بزک بکنن. شما نگاه می‌کنید می‌بینید که خب تقریبا در فضای فارسی زبان و حتی یک بخش اعظمی در فضای انگلیسی زبان همه ترامپ رو یک دلقک و یک احمق می‌دونن. کسی تلاش نمی‌کنه برای اینکه برای ترامپ اعتبار سازی بکنه. ولی شما چند تا چهره رو می‌بینید، یکیشون فخرآوره، یکیشون سعید شمیرانیه، یکیشون هم که ظاهراً به خاطر مشکلات روحی روانی بستری شده و فعالیتی به اون صورت نداره، سید محمد حسینیه، که حالا این مورد سوم از اون دو تا مورد دیگه خیلی احمقانه‌تر دفاع می‌کرد. این نکته‌ای هست که بعد به شما دوستان عزیز گفته می‌شد، یک عده در ایران هستن، اینها رفتن در آمریکا کار رو با عده‌ای از چهره‌های سیاسی بستن و دارن برای جمهوری‌خواها در آمریکا کار می‌کنن. اگر می‌بینید یک مقدار در این سال‌ها صدای براندازها در فضای رسانه‌ای فارسی زبان بیشتر شده، علتش این نیست که براندازها بیشتر شدن، علت ماجرا اینه که براندازها به خصوص اون بخشی که با جمهوری‌خواها در ارتباط هستن و به خصوص اون بخشی که با ترامپ و گروه‌های افراطی که به دنبال براندازی ایران هستن مرتبط شدن، اینها بودجهشون در این سال‌ها بیشتر شده. ترامپ هزینه سنگین‌تری رو انجام داده برای اینکه اینها پر سر و صدا تر بتونن در ایران فعالیت بکنه. این حقیقت ماجرا هست در خصوص افراد مثل سعید شمیرانی، در خصوص امیرعباس فخرآور، در خصوص افرادی از این دست که در فضای رسانه‌ای فارسی زبان به عنوان موضوع آمریکا شناخته میشن. و ای کاش اینها موضوع آمریکا بودن. من یه وقتایی رفتار سعید شمیرانی و امثال اینها رو بررسی می‌کنم، میگم احتمالاً الان پدر و مادر سعید شمیرانی ناراحتن بابت این محصولی که به دنیا ارائه دادن و شرمندن از این بابت که یک آدمی به این دنیا اومده و این آدم وطن فروشیش به کنار، مزدوریش برای دیگران به کنار، رفته خودش رو در حد مزدور یک حزب در آمریکا پایین آورده و داره برای اونها در فضای فارسی زبان اعتبار سازی میکنه. شما نگاه میکنید میبینید ایران ناآرام میشه، بحرانهایی در ایران اتفاق میفته، دستهایی در این ناآرامی ها در فتنه بنزینی دیده میشه که میاد جوانهای ما رو به شهادت میرسونه، نیروهای نظامی ما رو به شهادت میرسونه، معترضین ما رو به شهادت میرسونه، معترضینی که اعتراضات به حق داشتن، و حکومت میاد توضیح میده که اینها خوشه های خشونتی هستن که اندیشکده ها ماهای پیش، سالهای پیش در گزارش های خودشون گفتن باید در ایران به وجود بیاد. اینها گروه های تروریستی هستن که اومدن دارن تلاش ما موضوع رو بحرانی تر بکنن. هیچ کدوم از این رسانه ها به اینها نمیپردازن و این رسانه ها تلاش میکنن القا بکنن و اوضاع ایران رو بحرانی تر بکنن. ولی الان اعتراضات آمریکا رخ داده. شما در کانال همین سعید شمیرانی میبینید این کپشنی که براتون میخونم بخشی از کپشن کانال سعید شمیرانیه، نوشته زیر گرفتن یکی از نیروهای پلیس آمریکا توسط اتومبیل گروه های تروریستی. چطوریه وقتی در ایران یک اتفاقی رخ میده، شما همه با تمام توان میایید تلاش میکنید تا کشور خودتون رو بحرانی بکنید، تا به نفع سعودی، امثال سعودی و امثال اینها اوضاع کشور خودتون رو بحرانی بکنید. الان که در آمریکا یک اتفاقی رخ داده، همه وسیط شدید برای اینکه توضیح بدید به مخاطب فارسی زبان که اینها اقداماتی است که تروریست‌ها دارن در آمریکا انجام میدن. اینها موضوعاتی است که امیدوارم شما دوستان عزیز با دقت بیشتر اون رو دنبال بکنید. و این رو هم البته بگم، اینها وظیفه صدا و سیما هست، امثال اینها باید بیان کار رصدی انجام بدن، این مطالب رو ببینن و پیرامونش برای مخاطب توضیح بدن. من به عنوان یک شهروند که دارم در فضای شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنم، الان وظیفه‌ام است تلاش بکنم پیرامون مسئله معیشتی، پیرامون مطالبات از این دست، پیرامون بحث‌های این شکلی برای مخاطب خودم صحبت بکنم. ولی به حدی این فضا ول شد و به حدی رسانه‌های ما دارن ضعیف عمل می‌کنن و به حدی صدا و سیما ما در خواب فرو رفته که من موظف هستم بیام جور این صدا و سیما رو بکشم و برای مخاطب این رو توضیح بدم تا مخاطب با حقیقت ماجرا آشنا بشه. امیدوارم مطالب امشب سازنده بوده باشه. دوستان عزیز، شبنامه امشب رو همینجا به پایان می‌رسونم. لطفاً پیام هاتون رو برای ما بفرستید. شبتون بخیر.